يوثقك دائما، ولا بأس أنه يكون في قرآن. کربلا دو قائم مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن. کربلا دو قائم مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن. دوست دارم به سوی تو سفر کنم، دوست دارم ز غیر تو حسر کنم، دوست دارم تو این شبای عاشقی همه عشقم و با تو سر کنم. دل اسیر نفس امار شده، وای که تسبیح دعام کار شده. نگاه کن بنده ی رو سیاه تو، تو دل این شب آوار شده. میدونم که خیلی بنده ی بدم، از کس دیگه به جز تو دم زدم. التماست میکنم به این شبا، ای خدای مهربون نکن ردم. کربلا دو قائم مهمونم کن، من کبیرم خیس با کربلا دو قائم مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن. تویی که گوشه امنی در این هیاهوها، تویی که گوشه امنی در این هیاهوها، چقدر پیش تو امن است جای آهوها. عجیب عاشق روی تو اند نقاشان، عجیب مایل روی تو اند ابروها. به عشق چشم و به مژگان شدیم خادم تو، به عشق چشم و به مژگان شدیم خادم تو. میان حلقه فواره ها و جاروها، در آسمان تو پرواز لذتی دارد، در آسمان تو پرواز لذتی دارد. حسد برند به حال کبوتران قوها. آقای من، عجیب نیست اگر در پی شفا شب و روز دخیل چشم تو باشند نوشداروها. آقا جان، چون شنیدیم که در پی ضمانت تو آهوان صحرایی ذکر یارضا گرفتند، و چون خواندیم در پی شفای تو نوشداروها زانوی ارادت در پیشگاهت بر زمین میزنند، و چون دیدیم در پی دستگیری تو سلطان و فقیر، دارا و ندار، از جنوب و مشرق و مغرب و شمال برای پابوسی تو سینه چاک میکنند،
مهیای زیارتت شدیم. وضو گرفته ایم با اشکی که از شوق دیدارت دلمان را به یغما برده، و دست کشیدیم از دار و ندار دنیا که آن چرا آرزو دارم جز در گره های بسته شده ذریحت نمیابم. و حالا دخیل عشق بسته ایم، دل را به دانه دانه حلقه های دست در دست پنجره فولادت. آها مهربان، و ایمان دارم به خداوندی که ایوان طلایت را بهشت جاودان زمینیان قرار داده، تا اگر در آفتاب داغ ظهر صحنت به استقاسه بنشینم به سایه بهشت هم نیازمند نخواهم بود. تویی که حج فقرا، تویی که حج فقرایی و تو آقای کریمانی، و تو را سلطان طوس میخوانند. تویی که حج فقرایی و تو آقای کریمانی، و تو را سلطان طوس میخوانند. و من خاک پای سائلان کمترین سرای تو ام، ای سلطان من، ای آقای من، دوستت دارم، مرا اجابتم کن. دست افتادت را بگیر و بلندش کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، هر جا هستی در پناه حضرت حق باشید. خیلی خوشحالیم دوباره در خدمت شما هستیم، یک برنامه دوباره به عشق دلای عاشق شما مردم در سحرگاهی که داره منتهی میشه به روز جمعه و انشاءالله روزی که توقع میرود در آن ظهور حضرت بقیت الله. انشاءالله هر کجا هستید دعای حضرت بدرقه راه شما باشه، اعمالتون به بهترین وجه ممکنه طی بشه و انشاءالله براتون بنویسند خوبترین ها رو. و صبح که آقا شما رو نگاه میکنه و پروندهتون رو نگاه میکنه، لبخند رضایت به لباش منشینه. حسین جون سلام. سلام. شب شما هم بخیر، سحر روز جمعت هم به خیر و خوشی، انشاءالله اعمالت هم قبول. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض احترام و ادب به بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، خوشحالیم که باز در این سحرگاه در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. سحرگاه شما هم به خیر سید. خودتون تو برم زنده بشه. حسین جون شب جمعه هنوز برای ما شب جمعه است. نه. ولی الان ساعت 2:30 2:30 به وقت کربلای معلاست. خدا توفیق داد قبل از برنامه رفتم زیارت آقا قمر بنی هاشم و آقا سید الشهدا. خوشحال از این جهت که تونستم برم زیارت بکنم و نایب زیاره مردم خوبم باشم. اونجایی که براشون بارها گفتم پای ستونی که اسم امام رضا روش نوشته، و اینم از دوست خوبم آجلی های پاک دامن دارم که اگر مشهد داره منو میبینه سلام من رو تحویل بگیره انشاءالله، و بدون من اینجا حواسم بهش هست. به نیابت از تک تک مردم سلام دادم. اما دلم هم گرفت، دوباره وجودم آتش گرفت. حرم ها خلوت شده، زوار از جاهای مختلف هست، اهل عراق الحمدلله هستن، ولی فارسی زبان و زائر ایرانی تقریبا میتونم بگم نبود. بله. اگر هم بود دو سه نفری که دیگه حالا به یک طریقی حالا یا دارن تو کربلا کار میکنن یا مقیم کشور عراق شدن یا رفقایی که حالا مثلا ایران زندگی کردن و الان دوباره برگشتن به وطنشون. نمیدونم چی بگم. ببینید امام حسین محتاج زیارت من و شما نیست، اما این مسجع نباید از زیارت من و شما خالی باشه. از کف ما میره. امام حسین هیچی ظاهر که نداشته باشه، صفر صفرم که بشه، یعنی خدام حرمم که زیارتش نکنن، روایت میگه 70,000 ملک فقط بین زمین و گنبد آقا، بین آسمان و گنبد در مطاف زیارت آقا سید الشهدا. امشب هم که شب جمعه است، 124,000 تا پیغمبر و امامان اومدند، مادرش آمده، آقا هم امیرالمومنین اومدن، امام حسن اومده و همه ذوات مقدسه اینجا هستند. خوش به حال اون کسی که سحر توی حرم امام حسین باشه، بوی سیب رو استشمام بکنه. خوش به حال اون. مردم پاشید بیاید. رفاقتونش میگن ضرر نکنید. پاشید بیاید. زیارت امام حسین سودش هزار 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 برابر است از اون چیزیست که فکر بکنید. شما برای حج تا مستطیع نشید نمیتونید مکه برید، اینو خوب دل بده میدونید، اما تلنگر یادآور دوباره. تا مستطیع نشی حج نمیتونی بری، اما بدهکاری،
وضعیت خرابه. برای امام حسین باز امام صادق میفرماید قرض کن بیا. درسته. کجای دنیا سراغ داریم یک همچین زیارتی رو خدا نصیب ما بکنه، تازه اجازه به ما داده بدهکاری والا بیاریم، بیاییم به زیارت امام حسین. دقیقا دو هفته پیش یعنی ایام نیمه شعبان یک زائر با خانوادش، خودش، زنش و 4 تا فرزندش آمده بود، گفت سید یادم پارسال تو برنامه اینجا کربلا گفتی که امام صادق فرمودند پول قرض کنید به زیارت امام حسین بیای، من بدهیتون رو پرداخت میکنم. امام صادق ضمانت میکنه. امام که علیه بالله حرف گزاف نمیزنه که، قول امام، فعل امام همش حقه. گفت به احد و واحد رفتم درخواست وام کردم، وامم با تأخیر در اومد، مجبور شدم برم پول قرض بگیرم از یک کس دیگه. گفت خیلی هم اوضاع اقتصادیم خراب بود و یه راننده تاکسی هم من، از اون طرف هم سیل در برازجون که اومده بود خونه من رو هم ویران کرده بود، خلاصه خیلی اوضاع خراب بود. اما رفتم با این حرف شما و اعتقادی به حرف امام صادق، من که عددی نیستم، یه وقت مردم اینجوری فکر نکنن، رفتم پول قرض کردم به احد و واحد، دارم این مطلب رو برات عرض میکنم، دلم میخواد باورت بره بالا، یقین باید پیدا بکنی. شاید بگی آقا من اومدم اینجوری نشد، باید یقین داشته باشی، با یک یقین کامل با قلب مطمئن بیه. گفت رفتم پول قرض کردم حسین جون، آمدم کربلا زیارتم رو کردم خودم و همسرم، برگشتم ایران، رفتم شهرم بوشهر و برازجون، وامم در اومده بود، وامو گرفتم دادم به اون کسی که بایستی ازش خواسته بودم، 1.5 میلیون بود. گفتم ما بقیشم انشاءالله در فرصت بعدی بهت میدم. گفت بعد از یک زمان طولانی که اصلا باورم هم نمیشد به خاطر سیلی که آمده بود خونه من ویرون شده بود، استانداری یک غرامتی رو به ما داده بود، یک حق خسارت رو به ما داده بود. گفت رفتم تتمه قرضم رو دادم. گفت خونم اینقدر خراب شده بود به خاطر این سیله که بچه های دانشجوی من، دخترم دانشجو بود، گفت روش نمیشد دوستاشو دعوت بکنه خونه ما، آب زده بود در و دیوار دیگه، تبله کرده بود گچاشو. گفت خونم هم درستش کردم، آشپزخونم رو کاشی کردم دور تا دور، سالن خونه رو هم همینطور، الان زندگیم هم خوشگل شده. عهدم کردم، یه تیکش رو قبلا گفته بودم، عهدم کردم هزینه کرایه‌ای که از دانش آموزا میگیرم بابت سرویس مدرسه بگذارم سالانه، بیام کربلا. نیمه شعبان خودش اومده بود، 4 تا بچه‌هاش هم تازه آورده بود. من نمیدونم، اگر باور نداری اصلا یک کلام ختم کلام خواهیم بریم سلام بدیم شب جمعه سحریه، نگید دوباره سید. به خدا دلم میسوزه برای شما مردمی که نمیتونید بیاید یا همتتون کمه، بذار بگن سیدم دیگه، حالا دوباره دلش گرم شد و فکش گرم شد. اما از یامون همت نمی کنیم خدا وکیلی. من حسرت یک زائر خوردم 40 مرتبه اومده بود، بعد گفت سید ندارم. این سفر که اومده بود همین ابتدای ماه شعبان امسال با 147,000 دینار که وقتی پولشو تبدیل کرد به اینقدر شده بود، اومده بود اینجا تا دهم شعبان هم اینجا بودش. یه مقدار باور داشته باشین، جمع بکنید خودتون رو، به خدا برکتتون چند برابر میشه. اصلا تجاری بهش نگاه کنید. حیف حرم امام حسین خلوت باشه، بعد ایرانی که همه جا سینه‌شو سپر میکنه میگه من ولایی‌ام، کربلا الان خالی از ایرانی‌ها. بابا یه بلیط خرجشه بگیر بیا شبام خوبه، هتل هم نمیخواد بری، شبا تو بین الحرمین بخواب. چه بهتر از اینجا؟ والا والی کلا کجا بهتر از بین الحرمه؟ آقا مردم میرن تو پارک ها میخوابن، هیچی هم سود براشون نداره. اینجا تو بین الحرمین که بخوابی سودش اینه که تو بین الحرمین خوابیدی، زیارت امام حسین هم اومدی. دلم میسوزه، بیاید. خیلی تا شبای قدر نمونده، الان چند شب شد از ماه رمضان گذشت، یه چیز بوده شاید در 14 شب دیگه باید قرآن به سر بگیریم، بکیا حسین رو بیا اینجا زیر گنبد. تولد امام حسن نمیتونیم مدینه بریم، چه کنیم؟ دسته یه مش وهابی بی پدر و مادره. اما کربلا رو دیگه خالیش نگذاریم،
بیایم اینجا خدمت امام حسن. شما اگر که جشن تولد یکی باشه نمیری خونش بهش تبریک بگی؟ بابا اینجا خود امام حسن هم اینجا میاد، بیا اینجا تبریک بگو به امام حسین، بگو آقا سالروز ولادت برادر تبریک بگم. اونم برای امام حسن کریم. دست ادب رو سینه بگذارید، سلام بده به آقایی که به تعبیر یه عزیزی خدا هم منتظر او لب تر کنه. امشب تو این سلامت بگو آقا دل این بچه سید پر از این که ما نتونستیم به زیارت بیاییم، یا امام حسین تو از احوالات ما خبر داری. اینجوری بگو به آقا، با اهل بیت حرف بزنید، یاد بگیرید باشون درد و دل بکنید. بگو یا امام حسین تو باید روزیمون کنی کربلا بیاییم، من همت میکنم تو امضا کن. علامتش هم اینه که امشب با دل شکسته با چشم پر اشک به محضرت سلام میدم. همیشه میگیم که چشم سرتو ببند، اما با شبکه امام حسین میگم چشماتو خوب باز کن، گنبد و گلدسته رو ببین و سلام بده. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، هر کجا هستی زیر لب زمزمه کن، بگو آجان دلم تنگ برای این که از در باب القبلت وارد بشم، پله ها رو یک به یک پایین برم، ایوان تلاتو ببینم و به خاک بیفتم، اونجا صداد بزنم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی السلام عليك يا قمر العشيرة يا باب الأوائج يا أبا الفضل، السلام عليك يا عباس، با این عبارت یه خط روزه لعن الله من خال بینک و بین ما الفراق، خدا لعنت کنه اون کسایی رو که بین تو و آب فراق فاصله انداخته، آب فراتی که مهر فاطمه. شب جمعه همه گذشتگان فیض بگیرن، امشب دیگه دل تو هم انگار با من همراه ها، از آب هم مزایقه کردن
کوبیان خوش داشتم حرمت مهمان کربلا صلی الله علیک یا مولاتی و مقتدا یا زینب یا ام المصائب السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. خدا ازتون قبول بکنه انشاءالله. من رو هم میبخشید، مجبورم شبهای جوری با دل شما بازی میکنم، بعضیاتون ناراحت شاید خواهید شد. آقا بریم، راه ارتباطی رو بگو برای مردم. راه ارتباطی برنامه خیس باران از داخل ایران 3085-87 و از خارج ایران با شماره بین المللی 201-50-55-10-10-48 و واتساب برنامه 20964-772-3631-444، ایمیل برنامه baran@imamhussein.tv. سید، علاوه بر اون حرفایی که زدیم و روایتی که گفتین، یک روایتی هم من امشب بعد از افطار اتفاقا این روایت رو خوندم، گفتم بله. که برای بینندگان عزیز این روایت رو بخونم. خیلی عالی، خیلی عالی، مهمونمون کن، ما هم استفاده ببریم، ما هم راه بیننده ها. از امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ فرشته ای در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه میخواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شود. به به، یعنی تمام فرشته ها منتظرن که بیان زیارت آقا امام حسین علیه السلام. اونا که اینقدر خوبن، ملائکه مقربن، خیلی هاشون در انتظار میمونن تا به زیارت امام حسین. حیف ما از دست بعد. خب فرمودن چنین است که همواره فوجی از فرشتگان به کربلا فرود آیند و فوجی دیگر عروج کنند و از آنجا اوج گیرند. یعنی بعد از اینکه میان به زیارت، باز فرشته‌هایی هستن که منتظر هستن اینا برن، اون گروه بیاد، اون گروه بیاد. اینایی که میرن باز درجاتشون باز میره بالا، یعنی بعد از زیارت، بارک، بعد از زیارت آقای امام حسین باز وقتی برمیگردن باز درجاتشون میره بالا. یعنی هر کسی که زیارت امام حسین کرده توی ملک‌ها که خودشون خیلی هم عزیزن، تازه با زیارت امام حسینه که تقرب پیدا میکنن و همینجور پله ها رو میرن بالاتر. لذا نگاه میکنی همون حرف دیشب یادته با حاجای رفعتی که الانم انشاءالله به جمع ما میپیوندن، عرض کردم خدمت بینندگان اگر چیزی قراره به کسی بدن یا تو جلسات امام حسینه که باز حکم خود حرم پیدا میکنه هر کجایی که ذکر امام حسین برده بشه، یا تو حرم آسید و شهداست، لذا اگر کسی آدم شده، اگر کسی یک کاری شده، یک چیزی شده، یک مقامی داره، جماعتی دلاشون معطوف به اونهاست، آمدن و کربلا. ببین تمام پیغمبران یک سفری به کربلا داشتن، بعد شدن اولوالعزم، بعد شدن پیغمبر خدا، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت آدم، حضرت نوح و یکایک. اگر هم آدم توبهش فقط با امام حسین قبول شد، اون 4-5 تا اسم مقدس دیگر رو برد، آرام بود تا گفت حسین دلش زیر و رو شد، به هم ریخ اصطلاحا، اون وقت دیگ رحمت الهی هم به جوش آمد، الهی که امام حسین رو پیشتر از پیش بشناسیم و معرفتش بهش پیدا بکنیم که مثل روایت چند شب پیش باشه، به این معرفت برسیم که امام مفترض الطاعه هست، اون وقت میشه بگیم ما یک زیارتی رو اومدیم. بریم برگردیم، حضرت آقای رفعتی به برنامه اضافه بشه و خدمت شما دارم شرح فرازهای از دعای ابو حمزه رو داشته باشیم. اما قبلش یک دقیقه دل بدیم با نوای گرمی، این عبارتهای دعای ابو حمزه رو با هم زمزمه کنیم، حضرت آقای رفعتی هم به جمع ما بپیونده. قربونتون برم، التون استفاده. Thank you.
ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. به شما بینندگان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستید خوش آمد میگم، به منظر از طاهر رفعتی هم خوش آمد عرض میکنم. سهرتون بخیر باشه، ما رو دعا میکنیم این شبها. انشاءالله امیدوارم که عزیزانم ما رو دعا کنم. انشاءالله یا حال احوالی با بیننده همون بکنیم. اعوذ بالله من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. امیدواریم خدا این سحر جمعه رو از همه عزیزان با دعاها و مناجاتهاش قبول کنه، شب زنده‌داری رو قبول کنه. انشاءالله از اون شبهای جمعه ای باشه که یه روزی که نشونمون میدن لذت ببریم. صدای عزیز شما رو شنیدن و انشاءالله دلها متوجه این حرم آقامون رو انشاءالله بگوشون مظلوم امام حسین علیه السلام شده باشه. خدا حفظ کنه. من در خدمت شما. شب اول صحبت ها ما رو ادب کردید و بهترین چیزی که خدا میتونست به ما بده رو جای موسوی من عرض کردم خدمت عزیزان. من میخوام از امام سجاد علیه السلام استفاده کنیم، با هم توبه کنیم. توبه کردن نمیخوایم یاد بدیم، چون من بیشتر از همه عزیزان نیاز دارم به این برنامه. شما همه جوره حق استادی به گردن من دارید حداقل و همه بیننده. این که من میگم ما را ادب کردید، اون تعلم شما برای ما یک نوع ادبه. خدا ایزون شما تواضعتون زیاده. خب عرض بکنم میخوایم ان شاء الله همه، چون یکی از چیزایی که در بابت دعا و توسل هست اینه که یک جمعی با هم دعا کنن. اگه من فرد تنها دعا کنم تاثیرش خیلی کمتر از اینه که یه مجموعه، شاید یه زمانی اون مجموعه توی مسجد حسینی با هم دعا میکردن، الان این مجموعه میلیونی، این همه جمعیت سحر جاهای مختلف، جوان پیر با دلهایش پاک و شکسته، امید هست که انشالله خدا به همه ما عنایت بکنه. الهی. یه تیکه از این دعا رو من یه اشاره میکنم. دیشب ما گفتیم از زبان دو شخص، یه کسی اون که دنبال درجات عالیه داره میره بالا از کوه سعادت، به جاهای خوبی هم رسیده، ولی خدایا این میخواد بالاتر بره، من عین علی الخیر، اگر بخوام بهترینا رو به دست بیارم خدای تو باید کمک کنی. و همچنین از زبان کسی که خدای نکرده توی پرتگاهی توی باتلاقی فرو رفته، نجات میخواد، نجات رو برای کسی که از کوه داره بالا میره نمیگن، به کسی میگن که پرت شده. تو دره افتاده یا پایین رفته، علی حال از اون درجاتی که بالا میره برگشته اومده پایین، نجات میخواد، نزول داشته. خدایا اونی که نجات میخواد و اون کسی که خیر میخواد همش دست توست. هر دو طرف رو تو این تکه دعا داشتیم، تکه بعدم هر دو رو با هم داره. میگیم خدایا للذی احسن استغنا عن عونک وللذی اساء واشترى علیک ولم یرضک خرج عن قدرتک. خدایا نه اون کسی که کار خوب انجام داد از تو بی نیاز شد، خدایا او بهترینا، اونایی که تو قله وایستادن اگه یه لحظه رهاشون کنی از اون بالای قله پرت میشن رو زمین، و چه زمین خوردنی زمین میخورن. خدایا اونایی که بالا رفتن تو کمکشون کردی، تو دستشونو گرفتی. خدایا و همینطور اون کسی که تیکه دوم، اون کسی که زمین خورد، اون کسی که معصیت کرد، اون که پرت شد، اون که فرو رفت، چی؟ تعبیر امام سجاد علیه السلام اینه، خدایا نتونست رضایت تو رو به دست بیاره اما هنوز بنده توه، هنوز مخلوق توه، هنوز از تحت قدرت تو بیرون نرفته،
فرض بکنید من توی جایی، توی حکومتی، توی روستایی، توی شهری با به میل بزرگ اونجا را نمیرم، هر چی میگه من خلافش رو انجام میدم. خب وقتی میخواد من عقوبت کنه فرار میکنم، میرم یه جای دیگه، دستش به من نمیرسه. خب پس کسی که میخواد مخالفت بکنه باز یه امیدی داره، مخالفت میکنم بعدش در میرم، از عقوبت نجات پیدا میکنم. اما خدایا من بیچاره که نافرمانیت کردم، مخالفتتو کردم، کجا برم؟ امشب تو دعای کامل شب جمعه هم همین جمله رو داشتیم، لا یمکن فرار من حکومتت. تو بعض از روایاتش امام حسین علیه السلام داره که جوان گناهکاری اومد حضرت فرزاد عرض کرد، بله یکیش این بود، اخرج من ولایت الله تو اذنب ماشه، یه جایی برو که حکومت خدا نباشه، هر گناهی خواستید بکن. خدایا کجا بره این بنده؟ خدا این که دایره حکومت خدا بره. خدای اینی که تمرد تو رو کرده تو حکومت تو هیچ کجا نداره. یعنی چی؟ یعنی مونده است، یعنی بیچاره است. ای خدای مهربون، ای خدایی که رحمتت شامل همه میشه، این انسان رو هم ازش دستگیری کن. لذا فوراً بعد از این چند جمله چی میگیم؟ ارحم، ای رب، ای رب، ای رب. بعد تو روایت میگه انقدر بگو که نفست یاری میکنه. درست. یعنی چی؟ کلمه رب در بین اسمای خدا یعنی چی؟ یعنی که منو خلق کردی، منو تربیت کردی، همه چیز من از توست، خدایا رحمم کن. همونی که قله کوه نیاز به رحمت خدا داره، همون کسی که تو این باتلاقا فرو رفته نیاز به کمک خدا داره. وقتی نگاه میکنیم اون جوان معصیتکار گناهکار یه لحظه ایستاد مقابل نفسش، بارو نفسش گذاشت و گناه رو ترک کرد، اومد یه چند قدمی این طرف برخورد کرد با اون شخص عابد. عابد گفت هوا گرمه بیا دعا کنیم. تو دعا کن. گفت نه من روسیه هم، شما دعا کنید، خدا یه ابر بفرسته رو سرمون سایه کنه. همه تون میدونید او عابد دعا کرد، این جوان گناهکار آمین گفت، ابری پیدا شد. اینا فقط قصه و حکایت نیست، قطعا هر دعای استجابت میشه. ما الان نیاز به خیلی ابرها داریم، زیر خیلی از آفتابها داریم میسوزیم و خیلی وقتامون ابره میاد، خیلی وقتامون عنایته میشه، خیلی وقتام دست ما رو میگیرن. خوشا به حال اون جوونی که شبها و سحرهای ماه رمضان، خصوصا شب جمعه، سحر جمعه، شب جمعه مژه‌های چشمش نمناک میشه از عشق، از خوف خدا. خیلی این ارزش داره، خیلی قیمت داره در خونه خدا. ملائکه میگن این هم عقل داشت هم شهوت داشت، ما عقل محضیم، او امیال هم داشت. ما میبینیم عظمت خدا رو، او ندیده، یه چیزایی شنیده، چیزایی تصور کرده، ولی ببین چطور داره اش از گوشه چشماش میاد. گفته ارحم، ای رب، ای رب، که انه خودش رو تو عذاب دیده، تو جهنم دیده، صحرای محشر رو تصور کرده، داره از خدا طلب رحمت میکنه. عبر پیدا شد، راه این دوتا از هم جدا شد. عابده دید، مؤمنه دید، با خداهای که شاید فکر میکرد تو قله است دید، داغ شد، نگاه کردید عبر دنبال اون جوان داره میره. خدا اینه، للذی احسن استغنا عن عونک وللذی اساء واشترى علیک ولم یرضک خرج عن قدرتک. خدای تحت حکومت توییم، خدای دستم خالیه، خدای یه عمری نافرمانی کردم و خلاف رفتم و اشتباه کردم، پناهنده به سایه عنایت سید الشهدا شدم. امشب فوج فوج ملائک میان توی این سرزمین رو میرن، از آدم تا خاتم اذن میگیرن، ویزا میگیرن، به بعضیشون میدن به بعضیشون نمیدن که بیان این حرم رو زیارت کنن. امشب یه بیبی پهلو شکسته هم میاد کنار این ذریح شش گوشه، سلام بر حسینش میده، با همه ی سلام ها فرق میکنه، یه جوری سلام میده که عشق چشم همه ی انبیا رو جاری میکنه. میگم خدایا به این زائرا، به ناله فاطمی زهرا، به این ذریح شش گوشه، به قربت این شب جمعه که با خیلی شب جمعه ها فرق میکنه، خدای قسمت میدیم اگه امشب دست بنده ای رو گرفتی، اگه جوونی بین جوونها بود امشب کمکش کردی، عشق به خدای تو بهش دادی، خدای تو دلش رو شکستی، تو دستش رو گرفتی، خدای به حق اونا، به حق اون خوبا، امشب همه مونا، حتی اونی که میبینه حالی درش نیست، انابهی درش نیست، توجهی درش نیست، گاهی اوقات میشه
جای مصری های زنقا میادی کسی از در حسینه ها مسجد رد میشه میبینه حال خوشو صدای العف العف رو میشنوه سحر ما رمزون تو خیابونه داره با ماشینش میگرده یه جایی میبینه جمعیت نشستن تو خیابونه تو کوچه و در مسجد دارن خدا رو صدا میکنن یه نگاهی به خودش میکنه نه نمازی نه روزه‌ای نه عبادتی میشه منم بگم الهی العف اگه بگم العف منم قبول میشه یا نمیشه انقدر قشنگ میگه اینو با تو دلش میگه با خدای خودش که خدا همونجا در رحمت روش باز میکنه دستشو میگیره اصلا ما رمزون مال همینه این سحرها مال همینه خدایا به عزتت خدای. به جلالت به مقامت به اولیاءت به زائرای امشب امام حسین قسمت میدیم همه ما رو از صاحب بخش و بیامرز دست ما رو بگیر آنی ما رو به خودمون واگذار نکن خدا خیرتون بده ممنونم دیشب یک صحبتی رو نتیجه گیری کردیم که امشب عملیش رو انجام دادیم دیدیم هر چیزی هست فقط در قدرت خداوند متعاله ولی برای انسانهای مثل ما و مثل منی بایستی با یک آبروی به سمت خدا بریم و یک وسیله‌ای رو بین خودمون و خدای خودمون قرار بدیم که هر شب نه فقط امشب شب جمعه هر شب میتونیم اهل بیت و خاصه آقا سید الشهدا علیه السلام رو وسیله قرار بدیم که الحمدلله این هم شد در دعای امشب قسم دادیم خدا رو به تمام مهمانها و زوار خاص آقا سید الشهدا از وجود نازنین مادرشون حضرت آقا رسول الله آقا امیرالمومنین امام حسن و دیگر ذوات مقدسه ای که امشب گرد این زری میچرخند الحمدلله آقا خیلی متشکرم خدا خیرتون بده قطعا خداوند رو هر زمانی صدا بزنید مهربان و رعوف پیدا میکنید اگر میبینید یک امام رو ما به امام رعوف میشناسیم او امام تجلی صفات خاصه خدا هست قطعا خداوند اعلاتر از هر بنده‌ای و هر امامی و هر پیغمبری است تمام چیزهای خوبایی که میبینید منشأش وجود نازنین خداست با خدا رفیق بشیم بریم برگردیم در خدمتتون هستیم آقا خدا خیرتون بینندگان عزیز خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم خدا رو هم شکر میکنیم بابت این نعمت و لطفی که به ما داده خیس چهار بود یا خیس سه خیس سه رو ازتون خواسته بودیم که برای ما پاسخهای صحیحش رو بفرستید سوالی که به این منوال بود کدام آیه در قرآن مجید دو آیه در قرآن مجید هست که تمام 28 حروف عربی در او هست که پاسخهای زیادی بر ما فرستاده بودیم یه نکته رو بایستی حسن آقا به بینندگان بگیم این که زمان مسابقه چقدره؟ زمان مسابقه از الان که مثلا شما میخواین سوال رو طرح کنین تا فردا سحرگاه یعنی یک تقریبا دوره سحر تا سحر یک روز تقریبا فرصت دارید خب باز من تشکر میکنم که با خیس برای ما پاسخ دادی که ما راحت‌تر بتونیم جدا بکنیم من جواب سوال دیشب رو که خیس سه بود رو براتون بیان میکنم چون فرصتش دیگه تمام شده بود و سوال امشب رو هم مطرح میکنم البته آنونس کتاب رو دیدیم بعد کتاب رو هم براتون معرفی بکنیم چقدر دیگه وقت داریم آقا مهدی؟ 10-12 دقیقه دعای سحر رو هم امشب بایستی دل بدیم یک کمی هم با خدا دوباره خلوت بکنیم آیه 154 سوره آل عمران و آیه آخر سوره مبارکه فتح دعایی بود که تمام حروف عربی یعنی 28 حرف عربی در او آمده این هم از اجازه
قرآن. خیلی هاتون پاسخ درست دادید، من جدا کردم، پرینت گرفتم و انشالله قرعه کشی میکنیم. شاید بگید آقا مال دو شب قبل رو نگفتید، چشم، یه جا براتون پاسخاش رو و قرعه کشیاش رو تقدیم میکنم. و اما سوال امشب خیس چهار. خدمتتون عارضم که یکی از اسماء خداوند متعال هست که در سه آیه بیشتر نیامده در کل قرآن، یکی از اسماء خداوند که در سه آیه بیشتر نیامده، اون اسم کدوم اسمه؟ تا شدن سوال رو فکر میکنن؟ یکی از اسماء الله هست که در سه آیه بیشتر نیامده، اون اسم خداوند رو برای ما ارسال بکنیم با خیس چهار. یه راه نماییتونم بکنم، دو تا آیهش یه اسم در دو آیه مشترک آمده، یعنی در یک سوره آمده و جای دیگه هم آمده، فقط سه بار بیشتر در قرآن تکرار نشده، دو بار در یک آیه ولی سه بار کلن در طول کل آیات خود. و اما کتابی رو که خدمت شما عارضم که براتون آنونسش نشون دادم، امام حسین این گونه بود، ترجمه کتاب خصائص الحسینیه مال مرحوم شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه که کتاب بسیار وزینی است. یکی از اون چیزهایی که کمک میکنه به اینکه باور داشته باشیم و بشناسیم امام حسین علیه السلام رو به عنوان امام واجب الاطاعه، خوندن این کتاب بسیار گرانقدره. مجتهد کبیر شیعه شیخ جعفر شوشتری این کتاب رو تنظیم کردن و گاه گداری توی عبارتاش که میخونی خیلی جالبه ببینی، میگه میبینم که مثلا در کربلا این گونه است، خیلی این جمله است، میبینم که در کربلا این گونه شده، مثلا روزه هایی رو که داره میگه، از ولادت سید الشهدا تا شهادت توی این کتاب آمده. البته ترجمه های مختلفش توی بازار هست، ترجمه خاصی رو حالا مد نظر نیست، اما کتاب خصائص الحسینیه که حالا این چیزی که دست منه با این عبارت امام حسین این گونه بود، این رو حتما جزء کتاب هاییست که باید توی خونه یک بچه شیعه هیئتی حسینی باشه و مورد مطالعه قرار ده. توی گوشه من دارن میگن که راهنمایی کن برای سوال، معنی اون اسم خداوند که سه بار بیشتر در قرآن نیامده و دو تاش در یک آیه هست به نام خالق مهربانی هاست. اینی که ما میگیم خدا مهربونه، اینی که میگیم خدا لطفش بیشاعبه است، اگر امام رضا رو میگه امام الرعوف میشناسیم، آقا سید الشهدا رو مهربان میشناسیم و رعوف و نه، خداوند خالق مهربانی هاست، معنی اون کلمه اسماء الله شود خالق مهربانی ها. یه بوله خیلی کوتاه به ما بده مهدی جون، برگردیم چند دقیقه خلوت کنیم با خدا. دلم میخواد هر شب هم میگیم حسین جان برام پیامک رو بخونه، مون تا مجبور میشه بشینه حرفای منو گوش کنه. شرمنده حسین جون، خواهش میکنم، ما استفاده شد بریم و برگرد. مثل بارون توی خیابونای دوردستی که هر چند وقت یک بار یه ماشین به سرعت ازش رد میشه و گرد و غبار دشت و کویرای اطراف صورتش رو غبارود کرده، غم غروبش دل آدم رو به وحشت وامی‌داره. من خیس بارونشم، مثل بارون روی گلهای شقایقی که توی دشتای دور منتظر نشستن پروانه هان تا سفیدی گلبرگاش رو واسه احیای طبیعت به رخ همه بکشه و هیچ کس از وجودش خبر نداره، خیس بارون. مثل بارون روی سر و شونه کلاغی که ته قصه ها هیچ وقت به خونش نرسیده و از همه جا رونده، از همه کس درمونده شده، داره میره تا به خونه خودش برسه، بازم خیس بارونه. یه لحظه اجازه بدید، نمیخواستم سرتون درد بیارم، خواستم واسه یه بارم که شده کلاغ داستانم رو به خونش برسونم.
میخوام کلاقی رو که منم و یه عمر از جاده های بارونی گذشته و با خودش یه عالم سلام و التماس دعا آورده رو تا به خونه عمش ببره تقدیم صاحب خونش کنه و اونو من به شما معرفی کنم. از دور دستایی میام که نصف جهان میخوننش، اومدم چون که اگه قرار جایی از دنیا رو هم بخوام نصفه دنیا به دردم نمیخوره، همشو میگم اینجاست. اصلا یه جایی رو میخوام که همه دنیام باشه، هم آخرتم باشه، هم زندونم باشه، هم خونم باشه، هم اسیرش باشم، هم حریتم رو بهش داده باشم، خلاصش همه دار و ندارم باشه. راه زیادی رو اومدم چون میدونم اینجایی که میخوام برم جاییه که هر کس میاد دست خالی بر نمیگرده. نیومدم که دست پر برم، با دست و دل پر از امید اومدم که شونه هامو از غم و غصه هام خالی کنم. رسیدم به همون جایی که آرزوم، رسیدم به همون جایی که هیچ قصه ای منو به اینجا نرسونده، رسیدم به جایی که تا چشم کار میکنه کبوتر میبینه، عشق میشه، صفا میبینه. رسیدم ولی بین یه دوراهی گیرم، کدومش مقصدمه؟ گیجم این طرف رو نگاه کنم، دو تا گلدسته طلایی و یه گنبد نورانی، اون طرف رو نگاه کنم، دو تا گلدسته طلایی و یه گنبد نورانی، یه طرف میشنوم العطش العطش، یه طرف میشنوم الغاو الغاو، یه طرف پر از سینه زن و گریه کن و روزه خون، یه طرف پر از آدمایی که ظرف آب دستشونه و کریه میکنن و چاوشی میخونن، زمینگیر برق سنگای بین این دو حرم میشینم، این جایی که طعم زندگی داره، غمامو یادم میره، گناهام که یادم میاد، عشق شرمندگی و آه نفهمیهام دامن دلمو میسوزونه، هنوزم خیس بارونم. من رسیدم به خونه ای که یه عمر آرزوی رسیدن هر قصه گویی اینجاست. اما با شما خداحافظی میکنم چون میخوام از اینجای قصه به بعد رو خودم رو قرار بدم تو این فضا و بخونم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت عطلائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. خب این هم قطعه بسیار زیبای ادبی که آقا سجاد برامون نوشته بودن، سجاد دانشمند. انشاءالله که کبوتر وجود و کبوتر دل شما به کربلا بیاد. وقتمان تمام شد، شرمنده ایم. حسین جون ببخشید پیامک های مردم دوباره ماند، ولی مطمئن باشید امام حسین نامه اینا نوشته هم میخونه. ما چه پیام های مردم رو بخونیم چه نخونیم، آقا سید الشهدا میشنوند. خیلی خدا رو شاکرم که روزیمون کرد و تونستیم توی این برنامه قیس باران هم با تمام زیبایی‌هاش، کماکاستی‌هاش در خدمت شما باشیم و لذت ببریم از اینکه در جوار حرم آقا سید الشهدا و حرم آقا قمر بنی هاشم هستیم. هر کجا هستید در پناه حضرت حق باشین. من به اتفاق حسین آقای علامی، دوست و همکار گرامی عزیزم، از شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد. خدا نگهدار. یا علی مدد. آقا قربونت برم.
بسم الله.